با درود بر محضر یکایک شما همی هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان آن سوی خبر با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان همراه با چکیده مطالب منتشره در روزنامه های منتشره امروز تهران نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار امشب در آن سوی خبر موج فزاینده کشته شدگان زلزله ویرانگر کشور نپال گمانه ها حول روند مذاکرات هسته ای ایران و گروه موسوم به پنج به علاوه یک از لوزان ویان تا نیویورک فاز تازه ای از ماجره های پول های کسیف در سرسلسله ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی با عقب نشینی آشکار وزیر کشور از اعتراف پیشین به فساد سازمان یافته در این عرصه و بالاخره نزاع تازه زی تلبگی. این بار میان خامنه ای رهبری ایران و روحانی رئیس جمهور حول وظائف نیروهای انتظامی سرفصل اهم مطالب و اخبار برگزیده امشب دوشنبه هفتم اردیبهشت ماست که در سی دقیقه پیش روی از تلویزیون ایران فردا در لندن به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک مشروع اخبار را با جزئیات تازه از آخرین اخبار زلزله نپال پی میگیریم با این خبر که تاکنون مرگ بیش از 2500 نفر تایید شده است همچنین پس لرزه‌های های شدیدی رخ داد و هزاران نفر در پایتخت به خیابان ها و فضاهای باز پناه برده اند. هند نزدیکترین همسایه نپال 13 هواپیمای نظامی حامل چند هزار کیلو غذا دارو پتو و کمک های دیگر برای کاتماندو و مناطق زلزله زده در آن کشور فرستاده است جشنکار وزیر خارجه هند دیروز گفت هواپیمای نظامی اعزامی حامل کارشناسان مدیریت بحران و کمکهای دارویی است هند هموار از مهمترین شرکا و کشورهای نزدیک به نپال به شمار میرفت و دو کشور را در واقع های فرهنگی دینی و زبانی به هم وصل می کند. ادامه ی آن سوی خبر با رویدادی از جیسون رضاییان خبرنگار زندانی ایرانی به اظهارات باراک اوباما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت مادامی که جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران آزاد نشود از پا نخواهد نشست به گزارش روزنامه واشنگتن پست آقای اوباما شنبه شب در زیافت شام سالانه با اتحادیه خبرنگاران در کاخ سفید متعهد شده که تمام توان خود را به کار ببندد تا جیسون رضاییان آزاد شود رئیس جمهور آمریکا گفته است نه ماه است که جیسون تنها به خاطر نوشتن درباره امیدها و حراسهای مردم ایران زندانی است باراک اوباما با اشاره به گفتگوی خود با علی برادر جیسون رضاییان که در زیافت شام نیز حاضر بود تاکید می کرد من شخصا به او گفتم که ما از پا نمی تا زمانی که او یعنی جیسون را سالم و امن به نزد خانواده اش بازگردانیم از سوی دیگر لیلا احسان وکیل مدافع جیسون رضاییان از قرار محاکمه موکلش به اتهام جاسوسی همکاری با دولت‌های متخاصم جمعآوری اطلاعات محرمانه و بالاخره تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی خبر داده است که می‌تواند تبعات سنگین قضایی و مجازات حقوقی در پی داشته باشد. ادامه آن سوی خبر با آخرین اخبار هستئی با طرح مجلسیان برای تصویب توافق در پارلمان جمهوری اسلامی در حالی که تیم مذاکره کننده اتمی ایران در نیویورک به سر میبرد گروهی از نمایندگان مجلس ایران در حال تدوین یک طرح دو فوریتی هستند که در صورت تصویب توافق نهایی ایران و گروه پنجه به علاوه یک بایستی به تصویب مجلس نیز برسد حمید رسعی نماینده تهران در مجلس از جمعوری امضا برای سوال از حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره دلایل عدم ارائه فکت شیت ایران از تفاهم اتمی لوزان خبر داد به گزارش خبرگزاری های ایرانی حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز از تهیه یک طرح دو فوریتی خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن به گفته او تا ایران با پنج به علاوه یک بدون تصویب در صحنه علنی مجلس هیچ زمانت اجرایی نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود آقای نقوی گفته که طبق این طرح مقرر شده هیئتی هفت نفره و روند مذاکرات هسته ای نظارت و گزارشان را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند در این میان باز میگردیم و ورق میزنیم چکیده برخی از روزنامه های امروز رو در حوزه هسته ای در عرصه اخبار هسته‌ای روزنامه‌های دو سوی طیف حاکمیت تحلیل‌های ضد و نقیضی منتشر می‌کردند در حالی که عمده روزنامه‌های نزدیک به طیف دولت و یا موسوم به اصلاح طلبان البته این روزها اعتدالیون نسبت به توافق نهایی ابراز خوشبینی میکردند و آن را دست یافتنی تر از همیشه می انگاشتند اما روزنامه کیهان مؤسسه مطبوعاتی تحت امر ولی فقیه صراحتا از توافق لوزان به عنوان تب تندی یاد می کرد که به عرق نشست محمد ایمانی ستون نویس کیهان در بخشی از این یادداشت با به زیر سوال بردن رقیب در عرصه مذاکره خوشگمانی مردان مذاکرات هسته ایران را نیز زیر سوال برد و حتی در سطوری با لحن نیشالود مدعی شد که پس از توافق احتمالی غرب دریچه نقد به دوران سازندگی منظور دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی باز خواهد شد و این دوران از سوی غربی ها به زیر سوال کشیده خواهد شد این بخش از کیهان را عینا بازخوانی می کنیم که حاوی نکات خاص خود بود نویسنده کیهان می نوشت پس چگونه خوشگمانیم در وسط یک کارزار بزرگ نقطه اطف و پیچ بزرگ تاریخ است دشمن هربه اقتصادی خود را کنار بگذارد شاید برخی دوستان با حسن نیت تصور کنند توافق مد نظر فرصتی جهت پایان دادن به یک چالش دارای هزینه برای کشور است اما برعکس توافق بعد که تفاهم و توافق مبهم نظیر بیانیه لوزان می تواند مقدمه آن باشد شروع یک سری چالش ها و مزاحمت و طلبکاری ها و گستاخی های بیشتر است کیهان همچنین در پایان اشاره می کرد که به نقل از نشریه دی سایت مبنی بر اینکه پس از انتشار بیانیه لوزان به نقل از وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که پشت پرده مذاکرات لوزان تلاش غرب برای احیای گفتگوهای انتقادی دو دهه پیش با ایران نهفته است که داخل پرانتز اشاره میکرد به دوره سازندگی آن سوی خبر را با اخباری منطقه ای ادامه میدهیم با آخرین رویدادها از بحران در کشور عربی یمن گزارش ها از یمن حاکی از شدت گرفتن حملات هوایی اعتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان آن کشور است و همینطور افزایش درگیری های زمینی و حملات کشتی های جنگی در آن کشور است همزمان معاون وزیر خارجه ایران گفت که رفتار عربستان در محاصره یمن و آنچه ممانعت از ارسال کمک های انسان دوستانه توصیف کرده بیواکنش نمیماند این در حالی است که تا پیش از شروع عملیات طوفان قاطع رژیم جمهوری اسلامی ایران با هواپیما و کشتی دهها محموله صلاح شمل های زمین به زمین به یمن ارسال کرد و با اعزام کارشناسان سپاه به یمن به آموزش گروه شیعه شوریده موسوم به ها و راهنمایی آنها در عملیات جنگی مشغول بود خبرگزاری رویترز میگوید درگیری های روز یک شنبه از شدیدترین درگیری ها طی هفته های گذشته بوده است دست کم پنج حمله هوایی از سوی اعتلاف به رهبری عربستان سعودی به پایگاه های نظامی و منطقه ای حوسی و وابستگان علی عبدالله سالی رئیس جمهوری مخلوع یمن که متهم به سرقت 60 میلیارد دلار از اموال ملت یمن از سوی سازمان ملل است در اطراف کاخ اسد جمهوری در صنعا شده است گزارش هایی هم از حضور کشتی های جنگی خارجی و آتش بیاری منطقه‌ای در نزدیکی بندر عدن که بخشی از آن در کنترل حوثی ها و بخش های دیگر در دست نظامیان و قبایل وفادار به رئیس جمهور قانونی یمن است منتشر گردید و کنش معاون وزارت امور خارجه ایران نیز در حالی صورت گرفت که پا کشور پادشاهی عربستان سعودی به دو هواپیمای ایرانی اجازه فرود در صنعا نداده است مقام های ایرانی نیز در این راستا گفتند که این هواپیما ها حامل کمک های انسان دوستانه و تجهیزات درمانی بوده است اما عربستان سعودی این هواپیما ها را حامل سلاح دانست دانسته است که پیشتر با نیروهای اطلاف حتی هماهنگی نیز به عمل نیامده بود ادامه برنامه آن سوی خبر برنامه شامگاهی امشب دوشنبه با رویدادی از بروز نزاع فکری و فقهی میان خامنه ای و روحانی درباره کارکرد نیروی انتظامی یک روز پس از تاکید حسن روحانی مبنی بر اینکه پلیس معذف به اجرای اسلام نیست علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت که همه کارها را می شود برای خدا انجام داد که لحنی متقابل و نیشالود به اظهارات روحانی بود به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی دیروز در جمع فرماندهان نیروی انتظامی خطاب به نیروهای پلیس تصریح کرد که در ارتقای سطح امنیت به هیچ حدی قانع نباشید آقای خامنه ای خطاب به نیروی انتظامی می گفت کار شما خدمت به جامعه و جمهوری اسلامی و نصرت اسلام است ایشان در بخش دیگری از سخنان خود لازمه ایجاد امنیت در جامعه را امر مختدرانه پلیس میدانست و در همین رابطه اظهار میکرد که نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی است. بنابراین بایستی اقتدار داشته باشد. اما این اقتدار به معنای ظلم کردن و حرکت بیمهار نیست. حتی اشاره میکرد که این اقتدار پلیسی بسان پلیس های هالیوودی امریکا نبایستی باشد یک روز پیش از این سخنان آقای خامنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود کار پلیس نه اجرای اسلام بلکه فقط اجرای قانون است از سوی دیگر همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی می گفت تغییر ماهیت تهدیدات و اجتماعی شدن بستر شکلگیری مخاطرات امنیتی ضرورت بازبینی در راهبردها و سازوکارهای مقابل ای در نیروی انتظامی را اجتناب ناپذیر کرده است آقای شمخانی می گفت یکی از ابعاد جنگ نرم مشغول سازی ظرفیت و فکر نخبگان و نیروهای تخصصی به مسائل جزئی و حاشیه است و نیروی انتظامی باید با حفظ هوشیاری در تراز راهبردی نیازها و اولویتهای اصلی را شناسایی و با آنها بپردازد این نخستین بار است که مقامهای رسمی ایران از ضرورت بازنگری در روش مقابله نیروی انتظامی با مخاطرات امنیتی سخن به میان می آورد. در این راستا روزنامه های زیادی نیز به ارائه و انتشار تحلیل ها و تفسیر های مختلف و متنوعی پرداختند که به نحوی از آنها تقابل دیدگاه های رهبری و رئیس جمهوری ایران در آن نوشتار مشهود بود از جمله روزنامه شرق در یادداشت اصلی صفحه یک امروز به قلم صادق زیبا کلام استاد دانشگاه با عنوان قانون مداری پلیس دو روی کرده اجرای دغدغه های ایدئولوژیک از یک سو و همینطور ضرورت قانون اجتماعی از سوی دیگر رو به چالش میکشید و با اشاره به با اشاره به تاکید حسن روحانی مبنی بر اینکه وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست با دفاع از این نظر نظریه نتیجه می گرفت که آنچه درباره رفتار پلیس برای شهروندان اما از مردم خودمان و البته مردم کشورهای دیگر تأثیر گذار بوده است رفتارهای قانون مدارانه از جمله نظیر احترام به حقوق مردم محافظت از آنان در برابر خلافکاران و برهمزنندگان آرامش و نظم جامعه و همینطور رسیدگی به, رسیدگی به موقع به نیازهای مردم است و در این صورت باید گفت نمره پلیس ما متوسط است و البته روندی رو به رشد داشته است به بیان ساده تر از سوی صادق زیبا کلام در روزنامه شرق انتظار رفتارهای دوستانه تر و سمیمانه تر در عین اقتدار و قانون مداری از پلیس نزد مردم جایگاه بالاتری دارد تا انتظار راهنمایی‌های اخلاقی از این نیرو به هر حال برای ترویج اصول و ارزش های اخلاقی و دینی نهادهای رسمی و اجتماعی دیگری در کشور وجود دارند که می توانند به اشکال مختلف و با شیوه های غیر مستقیم آموزش های لازم را ارائه کنند که این بخش از اظهارات از این نویسنده در روزنامه شرق عملا در تقابل با آخرین اظهارات رهبری جمهوری اسلامی است که حسن روحانی نیز برخلاف صحبت های خامنه ای سخن گفته بود و رویدادهایی در همین زمینه و مضمون و طبعات ویراج های پرشه های شبانه فرزندان مسئولین عالی نظام چند روز پس از دو تصادف مرگ بار اتومبیل های گران قیمت و مجلل در تهران علی خامنه این رهبر ایران جولان دادن برخی جوان های به تعبیر وی سرمست غرور ثروت با خودروهای گران قیمت در خیابان ها را از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه خواند در اولین تصادف در نخستین ساعت صبح سشنبه حمید رضا کمالی قهرمان سابق اتومبیل و دو دوست او هنگام راندن یک بی ام با سرعت بالا کشته شدند بی ام و در ایران متعارف است که من بی ام خوندم تصاویر ویدئویی نیز نشان میدهد که حداقل یک نفر هنگام تصادف این اتومبیل با یک ماشین دیگر به بیرون پرت شده بودند. سرعت این اتومبیل هنگام حادثه حدود 200 کیلومتر در ساعت گزارش شده بود. تصادف دوم هم بامداد شنبه نزدیک حوالی 5 صبح روی داد زمانی که یک دختر جوان با از دست دادن کنترل یک اتومبیل زرد رنگ پورشه آن را به درختان خیابان شریعتی در شمال تهران کوبید و در دم کشته شد. سرنشین دیگر این ماشین که بسیار جنجالی شد موضوع پسر جوانی بود که پس از انت غالبی به درگذشت از قربانیان به عنوان پریوش اکبرزاده و محمد حسین ربانی نام برده شد که این مورد اخیر محمد حسین ربانی از نوادگان یکی از فقهای های جمهوری اسلامی و از نواه های آیت الله ها بوده خامنه نیز روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی تأمین امنیت روانی جامعه را رو از مقابله با ناامنی های فیزیکی مهمتر توصیف کرد و نگرانی خانواده ها از حضور فرزندانشان در خیابان ها و بوستانها به دلیل احتمال کشیده شدن آنها به سمت مواد مخدر و فحشا و منکرات را مخل امنیت روانی جامعه است کماکان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر در تلویزیون ایران فردا هستید به پارلمان ایران باز, باز می گردیم و با تازه ترین توضیحات وزیر کشور در خصوص پولهای کسیف اخبار را پی میگیریم وزیر کشور ایران در سحن علنی مجلس ضمن خودداری از ارائه مستاق ورود پولهای های کسیف به عرصه سیاست ایران گفت که تنها در این باره هشدار داده و گفت که به دلیل تحریف اظهاراتش در رسانه هایی که به گفته وی با اهداف سیاسی آن را منعکس کرده بودند از نمایندگان حتی عذرخواهی می کند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا رحمانی فضلی روز یکشنبه برای توضیح درباره سخنان منتشر شده به نقل از وی درباره ورود پولهای کثیف به سیاست در جلسه علنی مجلس حضوری یافته بود اظهارات متناقضی کرد که موجبات تحیر و تعجب رسانه ها شد بر اساس گزارش ها نمایندگان بارها سخنان وزیر کشور را قطع کردند و در همین حال محمد حسن ابو ترابی فرد رئیس جلسه روز یک شنبه از آقای رحمانی فضلی خواست تا درباره مصادیق ورود پولهای کثیف به انتخابات به صورت شفافتری سخن بگوید در همین حال بنابر گزارش های خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم این خبرگزاری از درگیری لفظی روح الله حسینیان نماینده تندروی تهران در مجلس و وزیر کشور پس از پایان سخنان رحمانی فضلی خبر داد به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس به اظهارات متناقضی پرداخت و می گفت من مسئله را به عنوان هشدار بیان کردم شما چطور از من انتظار دارید در مورد مسئله که اصلا مطرح نشده سخن بگویم این موضوع مورد توجه روزنامه های بیشماری قرار گرفت و در این راستا عمده روزنامه های اصلی کشور هم از این حرکت وزیر کشور به عنوان یک عقب آشکار که تا حدود بوی فشار از بالا میداد یاد کردن به گونه که گویا به فرموده مقامات عالی تر از وجود پولهای کسیف خواهی می بایستی می شد یا این موضوع پروندش بسته شود در این میان روزنامه کیهان تیتر دوم شماره امروز صفحه یک را همان گونه که می بینید به نقل از وزیر کشور نوشت پول کسیفی در کار نبود من عذرخواهی می کنم و یا روزنامه شرق از آن به عنوان عقب نشینی علنی یاد می کرد که وزیر کشور توپ پولهای کثیف را به زمین رسانه ها انداخت که لحنی گلایه آمیز و سان داشت همچنین روزنامه قانون با واژگانی تا حدودی تعن آمیز و با ترسیم کاریکاتوری از رحمانی فضلی وزیر کشور با ابراز حیرت از این اغب نشینی آشکار مینوشت آب پاکی روی پولهای کسیف در سوی دیگر روزنامه ابتکار اما در تحلیلی عمیقتر از این اغب نشینی رحمانی فضلی به عنوان باخت وزیر در بازی پول کثیف یاد میکرد و انتقاد میکرد که بحثی که وزیر کشور خود شروع کننده ی آن بود و میتوانست به عنوان یک نقطه مثبت مهم در کارنامه کاری رحمانی فضلی ارزیابی شود دیروز با عقب نشینی و از صحبتهایش به یک ضعف سیاسی تبدیل شد که میتواند حتی تبعات منفی برای دولت روحانی داشته باشد چون وزیر کشور در حالی سخنان خود را منکر شده است که نمایندگان مجلس که تا به این مدت از پول کثیف سخنی نگفته بودند آن را تایید کردند از طرف این سوال به زم نویسندگان روزنامه ابتکار مطرح می شود که اگر وزیر کشور قصد نداشت اسنادی در این رابطه ارائه کند چرا از آن سخن به میان آورد که امروز مجبور شود رسانه ها را متهم به فریبکاری کند به زم ابتکاریون جدایی از این اگر فرض کنیم که پول کثیف در عرصه سیاست نیست باید پرسید پس چگونه فسادهای چند صد میلیاردی که وزیر کشور دیروز در صحن علنی با آنها اشاره کرد شکل گرفته است مگر ممکن است که امثال بابک زنجانی بتوانند بدون بدبستانهای های سیاسی سا استفاده مالی داشته باشند رحمانی فضلی در گفتار دیروز خود هم آینده را از منظر روزنامه ابتکار البته در نظر نگرفت که چرا که اگر فردا روزی اسناد این فساد مطرح شود قطعا سکوت وزیر کشور در قبال آن خود یک اتهام بزرگ خواهد بود که هشداری از سوی این روزنامه نزدیک به طیف تحول خواهان به وزیر کشور بود ادامه اخبار با رویدادی از یارانه ها حضب یارانه پردرامدها علی ربیعی وزیر تعاون با بیان اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد آغاز شده می گفت حذف یارانه افراد پردرآمد از سی هزار نفر شروع شده و این میزان اکنون به دویست هزار نفر رسیده است بر اساس گزارشی که روزنامه خراسان منتشر می کرد در شماره روز یک شنبه خود به نقل از ربیعی می نوشت که حذو یارانه افراد پردرآمدها ها تا جبران شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه یارانه ها ادامه خواهد داشت به گفته ی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن به این هدف باید یارانه ی حدود 11 میلیون نفر قطع شود پیش از این علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از آغاز فرایند حذف افراد پردرآمد از فهرست یاران بگیران توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داده بود اما از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با تکذیب این خبر گفت که یارانه ی هیچ گروهی حذف نشده است وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که دولت قصد خبری کردن این موضوع را نداشته است که به این نتیجه میرسیم تکذیب نوبخت عملا در راستای یک هماهنگی نانوشته بین مقامات دولتی بوده است اما در سوی دیگر مواقعه های بانکی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که بیش از 100 هزار میلیارد تومان مواقعه بانکی بدون زمانت و وسیقه لازم در کشور وجود دارد بنابر گزارش رسانه ها به نقل از سازمان بازرسی کل کشور البته ناصر سراج در آین معارفه بازرسی کل جدید استان اصفهان به نکات تازی در این راستا اشاره می کند. بانک مرکزی کمیته هایی رو برای رسیدگی به معوقات بانکی تشکیل داده و باید تمام این معوقات رو به زنوی پس بگیریم این مقام قضایی می گفت طبق قانون سازمان بازرسی بر تمام دستگاه ها سازمان ها و مراکز دولتی و همچنین مراکز غیر دولتی که به نحوی دولت بر آنها نظارت دارد و یا کمک دریافت می کنند می تواند نظارت داشته باشد آقای سراج با بیان اینکه برخی در حدود اختیارات سازمان بازرسی تشکیک ایجاد می کنند اضافه می کرد بانک ها و مؤسسات مالی و خصوصی تحت نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند لذا تا حدودی که دولت و بانک مرکزی بر آنها نظارت می کند سازمان بازرسی نیز می تواند ورود پیدا کند اما در این میان روزنامه ایران ارگان دولت با انتشار آماری جداگانه خبرهای تازه میداد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گرچه به میزان دقیق معوقات اشاره نکرد و به گفتن این جمله بسنده کرد که قوه قضایی آماده برخورد با مقصران است و باید تمام این معوقات را پس بگیریم بازخانی آماری روزنامه ایران نشان میداد که معوقات مورد اشاره سیر سعودی داشته و تدابیر اندیشیده شده برای باز کردن کلاف سردرگم بدیه های معوق موفق از کار در نیامده است به زمه نویسندگان روزنامه ایران یک دلیل این عدم موفقیت یا موفق نبودن افزایش سالانه و حتی به گفته برخی مقامات سابق بانک مرکزی افزایش روزانه میزان معوقات بانکی است موضوع معوقات بانکی یکی از میراث های بر جای مانده از دولت گذشته است دولت مردان سابق گرچه به زمین روزنامه ایران ارگان دولت وعده های بسیاری داده اند و در موارد بسیاری از وجود فهرست بدهکاران بانکی در جیب خود خبر داده اند اما تنها حاصل این اظهارات افزایش میزان معفوقات بوده است چنانکه 29 اردیبهشت ماه سال گذشته غلام حسین محسنی اژئی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که معوقات بانکی از سال 91 تا سال 92 از 45 هزار به 62 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است وی همچنین در بهمن سال گذشته اعلام کرد که بانک ها و بانک مرکزی رقم واحد یا صحی را اعلام نمی کنند اما حداقل معوقات 95 هزار میلیارد تومان و حد اکثر آن تا 200 هزار میلیارد تومان هم میرسد ادامه برنامه آن سوی خبر باز با یک رویداد نسبتا اقتصادی سرمایه گذاری بنیاد برکت مدیرعامل بنیاد برکت از مشارکت بنیاد برکت در دویز طرح اقتصادی به ارزش 2339 میلیارد تومان خبر داد عارف نوروزی می گفت معموریت بنیاد برکت توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی مردم در مناطق محروم است و در حال حاضر 80 درصد فعالیت های بنیاد در حوزه اقتصادی و کارآفرینی در مناطق محروم انجام می شود این مقام مسئول آقای نوروزی همچنین گفته است که بودجه بنیاد در سال 93 نسبت به سنوات قبل سه برابر رشد داشته و علاوه بر این در سال 94 هم بودجه بنیاد نسبت به سال 92 دو برابر شده است. بنیاد برکت از مؤسسات مالی زیر نظر علی خامنهای رهبری جمهوری اسلامی و یکی از ثروتمندترین مؤسسات مالی ایران است که توجه بین المللی زیادی را نیز درباره مشارکت گسترده ای آقای خامنهای در فعالیت های اقتصادی برانگیخته است. ادامه برنامه با یک رویداد سنفی کارگری و درخواست کارگران برای بهینگی زندگی هفت تشکل کارگری ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه خواستار تجدید نظر فوری در حداقل دست مزده ماهانه کارگران و افزایش آن بر اساس سبد هزینه زندگی از 712 هزار تومان به 3 میلیون تومان شدند. آنها همچنین خواستار تحقق مطالبات معلمان و پرستاران پایان ممنوعیت و محدودیت در ایجاد تشکلهای مستقل کارگری لغو قوانین تبعیز آمیز علیه زنان همچنین کارگران مهاجر آزادی اعتصاب و آزادی کارگران و زندانیان سیاسی شدهاند اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن سنفی کارگران برق و فلزکاران کرمانشاه، سندیکای کارگران نشکر هفت و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند و بالاخره ادامه باستاب های زجرآور در شهر فرهنگ و ادب شیراز که با اشاره وزیر بهداشت به مسئله کشتار سگ ها وارد فاز تازه شد وزیر بهداشت ایران گفت وجود سگ ها مشکل بهداشتی ندارد حسن هاشمی وزیر بهداشت کابینه روحانی در حاشیه همایش هفته سلامت در پاسخ به سؤالی درباره مسئله سگ ها اظهار موضع کرد که در واقع اولین اظهار موضع مقامات عالی رتبه دولتی است مسئله سگ ها مربوط به شهرداری و محیط زیست است آقای هاشمی می گفت ما امروز گرفتار موش و بیماری سالک هستیم که باید نهادهای مانند شهرداری دامپزشکی و محیط زیست به آن بپردازند زیرا هنوز نخاله های شهری بی سر و سامان در شهر رها شده است و از طرف دیگر بیماری های سالک در افغانستان و پاکستان نیز شیو پیدا کرده است اشاره وزیر بهداشت به نبودن آرزه اپیدمی مربوط به سگ ها در حالی صورت گرفته است که در هفته گذشته اعتراض های گسترده از سوی کنشگران زیست محیطی در شهرهای ایران نسبت به کشته شدن سگها با اسید در شیراز صورت گرفته بود که احساسات جمعی رو در جهان مجازی بسیار برانگیخته بود و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شانگاهی دگربار و سویه هایی از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود